فصل پنجم، زیست شناسی دوازدهم، زیستن مستقل از اکسیژن. تو این فصل ما در مورد تنفس صحبت کردیم و گفتیم که تنفس فرایندیه که موجودات زنده با کمک اون انرژی مورد نیازشون رو تامین میکنن و به صورت هوازی هست و بی هوازی. تنفس هوازی رو توضیح دادیم، مراحلش رو گفتیم، گفتیم که به حضور اکسیژن وابسته است و میتونه در بهترین شرایط 30 تا ATP تولید کنه. تنفس بدون اکسیژن هم امکان پذیر هست یا در شرایطی که اکسیژن کم باشه. تنفس بی هوازی از راه‌های مختلفی انجام میشه. یکی از اون راه‌ها تخمیر هست که کتابتون دو نوع از این تخمیر رو براتون مثال زده که بر اساس محصولی که تولید میکنن نامگذاری شدن. خب قبل از این که تخمیر رو توضیح بدم، یه توضیح کوچیکی در مورد این که در جانداران مختلف تنفس به چه صورت‌هایی انجام میشه بگم براتون. ابتدا پروکاریوت‌ها یا باکتری‌ها. باکتری‌ها میتونن فقط به صورت هوازی تنفس کنن یا فقط به صورت بی هوازی، ولی باکتری هایی هم داریم که اگه اکسیژن باشه به صورت هوازی، اگه اکسیژن نباشه به صورت بی هوازی. همین شرایط رو ما توی یوکاریوت ها بین آغازیان و قارچ ها داریم. ما آغازی و قارچی داریم که میتونن فقط هوازی باشن یا فقط بی هوازی باشن، یا در شرایط بودن اکسیژن هوازی و اگه اکسیژن نباشه بی هوازی. ولی گیاهان و جانوران اساساً موجودات هوازی هست، ولی میتونن سلول‌هایی داشته باشن که به صورت بی هوازی تنفس کنن. در مورد سلول‌هایی که تنفس بی هوازی دارن در انسان، من میتونم گلبول‌های قرمز رو مثال بزنم که میتوکندری ندارن و با تخمیر انرژی خودشون رو تامین میکنن. یا همونطور که پارسال خوندید، سلول‌های ماهیچه‌ای ما وقتی که دچار کمبود اکسیژن میشن میتونن با تخمیر لاکتیکی انرژی مورد نیازشون رو تامین کنن. یه توضیحی در مورد تنفس در باکتری ها بگم. شاید فکر کنید که چون مراحلی از تنفس هوازی توی میتوکندری انجام میشه، باکتری ها که میتوکندری ندارن تنفس هوازی هم ندارن، ولی باکتری های هوازی هم داریم به این ترتیب که گلیکولیز، اکسایش پیروبات و چرخه گرفس در سیتوپلاسمشون انجام میشه و زنجیره انتقال الکترونشون هم در قشا وجود داره. بی هوازی هم که فقط شامل گلیکولیز هست و همطور که توضیح خواهم داد در سیتوپلاسم انجام میشه. ابتدا تخمیر الکلی. ما از تخمیر توی زندگیمون خیلی استفاده میکنیم. در تخمیر الکلی مرحله گلیکولیز انجام میشه. اگه یادتون باشه در تنفس هوازی هم ما گلیکولیز رو داشتیم که مرحله‌ای بود که به اکسیژن وابسته نیست. از گلیکولیز یک گلوکوز دو مولکول پیروات به وجود میومد و دو تا ATP. حالا مسئله مهم همونطوری که توی تدریس قبل گفتم به وجود اومدن NAD مثبت. اگه NAD مثبت وجود نداشته باشه در سلول، دوباره گلوکوز شکسته نمیشه. برای اینکه گلوکوز به دو تا پیروات بشکنه و دو تا ATP در گلیکولیز تولید بشه، حتما باید NAD مثبت باشه تا اون دو تا الکترون و پروتونی که تولید شد رو بگیره. توی تخمیر الکلی پیروات یه CO2 از دست میده و تبدیل میشه به اتانول. از اونجایی که ساختار این ترکیبات نوشته شده، شما باید ساختارهاشون رو بلد باشید و بتونید با هم مقایسه کنید. همونطور که میبینید پیروات 3 کربن داره که به دو تا از این کربن ها اکسیژن وصل هست، یک CO2 کم میشه و اتانول میمونه. اتانول همون ماده ایه که اینجا به جای اکسیژن عمل میکنه، میاد الکترون و پروتون های NADH رو میگیره، تبدیل میشه به الکل اتانول تا NAD مثبت به وجود بیاد. پس در اینجا اون ترکیبی که الکترون های NADH بهش میرسه یه ترکیب عالی هست. در تنفس هوازی اکسیژن آخرین پذیرنده الکترون بود. اکسیژن یک ماده معدنیه. در تخمیر الکلی به ازای یک گلوکوز ما فقط دو تا ATP داریم و چون دو تا پیروات داریم دو تا اتانول. در تخمیر الکلی همه انرژی گلوکوز آزاد نمیشه. همه انرژی گلوکوز توی تنفس هوازی آزاد میشد که گفتیم در بهترین شرایط 30 تا ATP هست و حاصل بود CO2 و H2O. ولی اینجا در تخمیر الکلی حاصل CO2 و اتانول هست. اتانول یک ماده عالیه، هنوز پیوند کربن کربن داره و دارای انرژی. موجوداتی که تخمیر انجام میدن دارای محدودیت
فعالیت هستن. اتانول یه ماده سمیه. اگه در محیطشون در حالی که دارن تخمیر انجام میدن اتانول زیاد بشه، میتونه باعث مرگشون بشه. ما از تخمیر الکلی تو زندگیمون خیلی استفاده میکنیم، مثلا برای ترش شدن خمیر نان. ببینید توی خمیر حفره‌هایی به وجود اومده که به خاطر CO2 هست. این CO2 باعث میشه که بافت خمیر و نونی که ازش میپزیم به صورت اسفنجی باشه. تخمیر بعدی تخمیر لاکتیکی هست. اینجا با گلیکولیز شروع میشه در سیتوپلاسم سلول‌ها. حاصل دوتا ATP، دوتا پیروات هست. توی تخمیر لاکتیکی خود پیروات میاد دوتا الکترون و پروتون NADH رو میگیره تا NAD مثبت تولید بشه و بره برای گلیکولیز یک گلوکوز دیگه تا سلول بتونه دوتا ATP به دست بیاره و حاصل میشه اسید لاکتیک یا بنیان اسید لاکتیک میشه لاکتات. اینجا هم ما محدودیت داریم. اگه اسید تجمع پیدا کنه میتونه باعث مرگ جاندار بشه. ما از تخمیر لاکتیکی بازم استفاده زیادی میکنیم برای مثلا تهیه پنیر، ماست، سویا سس از تخمیر لاکتیکی استفاده میشه و همونطور توی ماهیچه های ما که قبلا گفتم. تخمیر در گیاهان هم انجام میشه. مثلا گیاهانی که در آب زندگی میکنن یا گیاهانی که در شرایط غرقابی هستن مثل گیاهان حرا. این گیاهان ریشه هاشون توی آب هست. گیاهانی که ریشه هاشون در خاک هست از حفراتی که توی خاک هست اکسیژن به دست میارن، ولی ریشه هایی که در آب هستن برای گرفتن اکسیژن محدودیت دارن. سازگاری که درختان حرا پیدا کردن اینه که شش ریشه به وجود آوردن، یعنی ریشه اینها به جای اینکه به سمت پایین رشد کنه میاد به سمت بالا و در معرض هوا قرار میگیره و اینطوری اکسیژن رو دریافت میکنه. یا گیاهانی که توی آب زندگی میکنن پارانشیم هایی دارن که تونه هوا رو ذخیره کنه. اینجا من نشون دادم، میبینید این حفراتی که اینجا هست با سلول های پارانشیمی احاطه شده. توی این حفره ها این گیاهان هوا ذخیره میکنه که البته باعث سبک شدنشون هم میشه. تو این گیاهان هم وقتی که تخمیر انجام میشه الکل و اسیدهایی که تولید میشه نباید تجمع پیدا کنه که البته با جریان آب از این گیاهان دور میشه. حالا اگه بخوایم تنفس هوازی و تخمیر رو با هم مقایسه کنیم، در تنفس هوازی مراحل بیشتره، یعنی کنتر انجام میشه، ولی مقدار زیادی ATP به وجود میاد. تخمیر سریعتر انجام میشه ولی مقدار ATP که به وجود میاد دو تاست و البته ترکیباتی به وجود میاد که تجمعشون میتونه به سلول آسیب بزنه. امیدوارم از این ویدیو هم استفاده کرده باشید.